یکی از ابزارالات دیگه ای که در اوس X میتونه به کارتون توی فانال کات کمک بکنه اکتیویتی مانیتوره حالا ممکن شما بگین خب این اکتیویتی مانیتور که یه چیزی شبیه تسک منیجر توی پی از مثلا چه کاری ممکنه با فانال کات داشته باشه شما میتونید بیاید توی قسمت سی پی اینجا میزان مصرف سی رو ببینید، میزان استفاده از رم رمتون استفاده هاردتون و میزان اکتیویتی هاردتون رو ببینید اما چطور میشه از اینا استفاده کرد برای اینکه مشکلات فانال کات رو پیدا کرد یا اصلا فکر متوجه بشیم که دستگاهمون داره درست کار میکنه شما اگر توی فانال کات یه صحنه رو رندر بکنید یا موقع که دارید کار میکنید ببینید اکتیویتی سی پی از 50 درصد بیشتره به طور مثال من اینجا یه رندر رو بخوام دوباره انجام بدم و بیام اینجا مثلا یک کامند آر بزنم که دوباره رندر بشه شما همونطور که اینجا میبینین اکتیویتی سی پیو من عموما از 50 درصد بیشتره این نشون میده که سیستم من داره درست کار میکنه اگر شما زمانی که رندر میکنید یا زمانی که پریویو میگیرید مثلا اینجاست داره پریویو میشه خیلی کار کرده سی پیو تون کمه مثلا کمتر از یک درصده ممکنه این یک مقداری مشکوک باشه و شما باید چیز بک... این نکته رو پیگیری بکنید که چرا انقدر سی پی کم درگیریش ولی زمان رندرها طولانیه چون ممکنه این اتفاق براتون بیفته زمان رندر طولانی باشه مثلا یه همچین تیکه توی 5 6 دقیقه بخواد رندر بشه ولی میزان کار کرده سی کم باشه یه کاربرد دیگه ای که این اکتیویتی مانیتور میتونه داشته باشه دیسک یوزج شماست شما این دیسک یوزج رو بیان از اینجا ببینید شما هارد هایی که دارید چقدرشون پره حتما این نکته رو من خیلی روش تاکید میکنم حتما و یقینا اگر میخواهید دوچار مشکل نشین همیشه 10 درصد هاردتون خالی باشه به طور مثال اینجا ما یک هارد 120 داریم البته 117 که 120 که 117 نشون میده که 8 گیگش خالیه این میزان خالی بودن درسته که سبز و خود OS X نشون میده که مشکلی ندارم فعلا با این میزان ولی اگر من بخوام از این هاردم برای رندر و برای خروجی تصویر استفاده بکنم البته خروجی تصویر هم نه همون رندر یا کش آدیوم استفاده بکنم احتمال این که با مشکل بخورم هستش اما توی این یکی هاردم مثلا هارد من هارد پارتیشن در واقع این یکی 70 گیگ که 66 گیگ شده اینجا 15 گیگ خالی داره طبیعتا به مشکل بر نخواهد خورد چون تا 6 گیگ من مشکلی ندارم و تا اون مرز 10 درصدی و این یکی هم 80 46 گیگش خالیه اگر شما بخواید جایی رو برای رندر فاینال کات انتخاب بکنید توی یوزر پرفرنس و بیاید اینجا مثلا توی معذر میخوام ببخشید توی سیستم سیت بیاید اینجا و بهش بگید که مثلا میخوام توی این فولدر خاص برای من رندر بکنی همونطور که شما اینجا بینید پت من الان توی مک اچ دی تایم تو گت ویزیه و 7 گیگ من فقط خالی دارم این کار کاملا کار اشتباهیه و اصلا کار منطقی نیست من بهتر بیام یه جایی مثل همین ورکس همون پارتیشنی که نشون تو همون هاردی که نشونتون دادم اون رو انتخاب کنم و یه فولدر خاصی رو مثلا من اینجا فاینال کات مدیا رو به عنوان فولدر انتخاب کردم و حالا من میام اینجا میگم ویدیو کپچر ویدیو رندر و آدیو رندر رو توی این پارتیشن انجام بده و احتمال اینکه سیستم به مشکل بر بخوره خیلی کم میشه پس این از قسمتی که ما میتونیم از دیسک یوسیج استفاده بکنیم همونطور که یک بار خدمتون گفتم یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم از این اندازه که اینجا دارید که اینجا مثلا الان 78 ده درصد کمتر نشه یعنی از 7 گیگ توی این هارد جا کمتر نداشته باشید اما دیسک اکتیویتی به چه درد شما میخوره <تصفح> میدونم ممکنه شما بگید خیلی خسته کننده است این درس خیلی تکنیکاله ولی طور که اول درسم گفتم قسمت فانالکات کات و اگر شما میخواید ای بیابی بکنید سیستم رو و بدونید چطوری از پس سیستمتون بر بیاید، یک سری از این اطلاعات رو باید داشته باشید و من معذرت میخوام که انقدر خسته کننده از این درس ولی خب دیگه چاره نیست بعد یاد گرفت خب میایم سراغ دیسک اکتیویتی شما همونطور که اینجا میبینید ما یک دیتا رید و دیتا رایت داریم اگه شما زمانی که دارید رندر میکنید مثلا من بیام اینجا رندر بکنم توی فانال و بیام اینجا نگاه بکنم این میزان اگه خیلی کم باشه شما میدید دیتا رید من الان مثلا یک مگابایت در ثانیه است و حالا دیتا رایت هم هم دوازده کیلو حدودن در ثانیه سیزده کیلو در ثانیه است اگه این میزان البته الان 3 مک 4 شد یه مقدار چون داشت کش میکرد از الان باید دیگه داره روی هارد میاره اگر این ارقام خیلی کم باشه یه مقدار ممکنه برای سیستمتون مشکل ساز باشه و نشانه در واقع وجود یه مشکل هست یک کاربرد فوق مهم دیگه هم داره اجازه بدید من این رندر کنسل بکنم کاربرد مهم دیگه که داره اینی که شما فرض کنید که تصویر دیوی دارید کپچر میکنید و همش دراپ میشه فریم هاتون همش مشکل دراپ شدن فریم پیدا میکنید و نمیدونید علتش چیه نمیدونید علتش از سال بودن هارد هاردتون ممکنه خراب باشه مشکل فاینال کات یا هر چیز دیگه اجازه بدید من اینجا یه فایل رو از یه جای کپی کنم یه جای دیگه مثلا این فایل یه گیگی رو کپی کنم توی این هارد الان شما می بینید اینجا که به من میگه من در هر ثانیه دارم مثلا 23 مگابایت رایت میکنم 28 مگ مثلا رید 28 مگ 30 مگ رایت میکنم و 20 مگ تا 30 مگ هم رید میکنم خوندن این عددها و دیدن این عددا چه فایده میتونه داشته باشه شما زمانی که دارید تصویر دیوی کپچر میکنید تصویر دیوی تقریبا هر دقیقش 200 مگابایته یعنی حدودا هر ثانیهش میشه سه تا 3.5 مگابایت اگر شما دیدید اینجا داره ثانیه 3 سه مگابایت رایت میشه و از شما مشکل رایت شدن ثانیه 3 سه مگابایت رو ندارید یعنی عددتون از سه مگابایت بالاتره مثلا همین الان شما اینجا میبینید هفت مگابایت سی و پنج مگابایت البته یه لحظه 6 کیلوبایت شد فکر کنم داره تموم میشه 32 مگابایته و, و حالا به این صورت عدد شما عدد خیلی کمی نیست مثلا 1 مگابایت نیم مگابایت نیست مشخصه که اشکال از هاردتونه و ببخشید اگه عددتون پایین باشه نشون میده که اشکال از هارده ولی اگه عدد بالا باشه بعد برید جای دیگه دنبال مشکل بگردید از اونجایی که سوال در مورد سلامت هارد از من زیاد پرسیده شده گفتم این قسمت رو هم خدمتتون بگم یک بار دیگه من رو ببخشید به خاطر اینکه این قسمت خیلی کسل کننده بود ولی یکی از مهمترین مطالبی بود که در رابطه با سیستم توی اپل باید بدونید آخرین عنوانی که خیلی کوتاه میخوام خدمتتون بگم در مورد رمه اینجا ما الان چهار گیگ رم فیزیکال داریم همونطور که شما میبینید و قسمت عمدش سبزه اگر این قرمزی کوچولویی که ما اینجا داریم و درگیر هست خیلی زیاد شد و کامل قسمت سبزی رو گرفت نشون میده که رمتون برای پروژه تون کمه و نیاز دارید که رم بیشتری برای دستگاهتون خریداری بکنید